اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. چنان سپیده به بام دلم گذر کرد، به کوچه باغ غزلهای من نظر کردی. سرود میهن دلخسته بر زبانم بود، تو یاد پنجه شیرین پای بر کردی. به راه مدرسه تا خانه هم سفر بودیم، شبی تو بی خبر از کوچه من سفر کرد. هنوز پنجره باز و حضور تو پیداست، بگو که با غم دوری چگونه سر کردی. بهار پر زد و بانگ تموز هم خاموش، خزان گذشت، شتا را چرا خبر کرد. به بامداد وطن جویبار خون جاریست، بخوان که یاد عزیزان در به در کرد. به تخت نکبت دارالخلافه تکیه زده، نصیحت حاکم جبا بی ثمر کرد. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 16 ژوئیه 26 تیر ماه. به شما سلام. وقتی آدم گزارش هایی رو از وطن میبینه بدنش میلرزه. معنی یعنی چی؟ 20% از مرگ و میرهای ایران ناشی از کروناست. 25 استان در وضعیت قرمز و خطرناک قرار دارد. حسن بیمسئولیت روحانی که به ناحق بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، گر و گر از شهرهای سپید گفت و امامزاده های سپید و مساجد سپید. آن یک علم الهدای نادان فاسد، بیاید بیاید امام رضا شفا بگیرید. وان یکی در قم که خبر داشت آقای خامنه‌ای موقع به دنیا آمدن گفته یا علی، دستور داد در حرم رو باز کنه. حالا امامزاده های ریز و درشت و قلابی که چپ و راست، امامزاده هدهد و امامزاده عنقین و امامزاده تنزین همینجوری ردیف کنید تا امامزاده آوانس داریم دیگه. به هر روی بازی با مذهب در واقع برای گرفتن جان مردم بسیار بازی خطرناکی است، بسیار بازی خطرناک. و من برانم در برنامه امروزمون که با دوست عزیزم دکتر محسن سازگاراست حتما به این ماجراها اشاره کنیم، به سند خیانتبار با چین، دردناک، با هندیای قرارداد بسیار درست داشتیم. هند کشور استعمارگر است، هند کشوریش خود درد کشیده، با ما یه قرارداد بست، راهن زاهدان چابهار، بعد جاده ابریشم وصل به افغانستان، هندیا بیرون کشیدن. 2 قبل نخست وزیرش اومد ایران دیدن سید علی آقا را، قرارداد بستن، همه چی رو به راه درست و هندیا شروع کردن پروژه چابهار رو. این خطی که قرار بود بکشن، ما یه دونه داشتیم که از نوشهر می اومد
به مرکز ایران میرفت پایین و تمام بار آسیای میانه رو منتقل میکرد به دریای عمان. یه خط دیگه فرعی داشتیم از افغانستان، از فراه و نیمروز میمد، یکی هم که از هرات به مشهد، و اینا بارهای افغانستان رو میورد که افغانستان از شر پاکستان هم راحت میشد. همه این برنامه به باد رفت با سند خیانتبار سید علی خامنه‌ای با چین. حالا معلوم شده که همش کار خودش بوده و احتمالاً یکی از این نوکراش هم فرستاده به چین. مصباحی مقدم میگه که یکی از افراد مورد اعتماد میتونه شیخ علی اکبر طبیب حضور ولایتی باشه. درود میفرستم به دکتر سازگارای عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. شعری که اول برنامه خوندید خیلی زیبا بود، از شما درد نکنه. و فقط واقعا کمن شعرهایی مثل شما که از یه موضوع احساسی و عاشقانه یک مرتبه عبور بکنن به یک موضوع سیاسی. و منو یاد شعر آبی خاکستری سیاه حمید مصدق. قربون شما. اینا دکتر سازگار حاصل کروناست بیشتر، یعنی در این روزهایی که در خانه بر قبل از برنامه گاهی به علی آقا میگم علی جان یه 10 دقیقه به من وقت بده، و بعد واقعا خدایا از این موهبت سپاسگزارم که این شعر چقدر برای خودم خیلی خیلی لذت میبرم، یعنی حالمو دگرگون میکنه. ممنونم ازت، شعر شناس و شعر گوش دهنده خوبی همیشه بودی. اختیار دکتر سازگارا، این جریان کرونا منو به شدت نگران کرد. یعنی الان واسه ایران مقایسه که آدم میکنه بسیار نگران کننده، حتی با امریکا که ایراتایی داریم بهش مشکلاته. الان ایران توی رده روسیه و برزیل و توی این یا بدتر از اینا. من کشورهای مجاورمون رو میبینم، کشورهای عربی رو میبینم، واقعا دارن کنترل میکنن خیلی بهتر از جمهوری اسلامی. و حتی عربستان حج رو میاد برمیداره محدود میکنه به 4,000-5,000، خود سعودی. ولی اینا همینجور امامزاده هاشون رو براست. چی باید بکنیم دکتر؟ واقعا موندیم. بله، قصه کرونا آقای دکتر نوری‌زاده قصه پرغصه‌ایه در ایران. اولا الان معلوم شده که اوایل دیماه این ویروس به ایران اومد، یعنی یادتون باشه حکومت تا بهمن ماه انکار میکرد که این ویروس اصلا به ایران آمده و میشد اجتناب بشه. و اون اول همین چینی هایی که به همه دنیا دروغ گفتن و دنیا رو به این مصیبت مبتلا کردن عاملی بودند که به ایران اومد. هواپیمایی ماهان در شرایطی که دنیا پروازها رو به چین بسته بود عاملی شد که پروازها بیش از 44 پرواز رفتن اومدن و چینی ها میمدن از ایران میرفتن مقاصد اروپایی و جاهای دیگه و کارهای عجیب و غریبی که حالا این بیماری رو این طور در ایران شایع کرد. نکته دوم این که حکومت دروغ میگه در آمار و ارقام به شدت، به اصطلاح کلاه شرعی هم سر آمار گذاشته و اون این است که میگه هر کسی رو با کیت آزمایش کردیم و مثبت شد من میگم قطعی کرونا داره. بنابراین آمار مبتلاهایی که اعلام میکنه مثلا 240,000 نفر تا الان رسیده، اونهایی هن که از بین 1,000,000 خوردهی که کیت و آزمایش شدن و مثبت بودن فقط اعلام میکنه، در حالی که خودش دستورالعمل داده به بیمارستان ها چون کیت آزمایش کم دارن پزشکا با علائم بالینی تشخیص بدن و بسیاری از مردم حتی به بیمارستان رجوع نمی کنن. بعضی ها دسترسی ندارن در نقاط دور افتاده به شبکه بهداشت و درمان روستایی. برآورد جامعه پزشکی ایران، چون ممنوع هم کردن بیمارستان ها تک تک آمار بدن، بعد کنترل دارن میکنه، حتی مامور اطلاعاتی گذاشتن مبادا درز بکنه آمار مرگ و میر کلی رو قایم میکنن، دست بردن حتی تو آمار مرگ و میری که ثبت احوال بعد از تاخیر اعلام کرد، برای اینکه همین که
عدد واقعی نگم، ولی من با توجه به آماری که هر از گاهی دوستان پزشک و پرستار از سراسر کشور با هم محرمانه مبادله میکنن، جمع میزنن، به دست ما هم میرسه، از ابتدا تا الان من دنبال کردم آقای دکتر، تقریبا به ضرس قاطع میتونم بگم آنچه که حکومت به لحاظ مبتلا اعلام میکنه، شما برای اینکه به عدد واقعی برسید باید در 13، 14 یا 15 یه عددی در این حدود باید ضربش بکنید، بسته به مقاطع مختلف کم و زیاد شد. یعنی مبتلایانی که تشخیص داده شدن در کشور به شبکه درمان مراجعه کردن 2.5 میلیون نفر بیشتره، و آنچه که مبتلا برآورد میشه یه دم شدن، ولی یعنی اونایی که علائم درشون آشکار شده و مراجعه نکردن هم نزدیک به 1 میلیون برآورد میشه. بنابراین اون عددی که یه بار یه معاون وزارت بهداشت آقای دکتر مردانی گفت که احتمال میدن با به اصطلاح نمونه گیری و به روش سنجشی در واقع نمونه آماری احتمال میدن 18 میلیون نفر در ایران مجموعاً کرونا گرفته باشند، تقریبا درسته، برای اینکه حدود همه اینایی که میگیرن 20% درشون علائم آشکار میشه، 80% رد میکنن میره و حتی ممکنه نفهمن، و اون 20% میشه 36 میلیون. بنابراین اگر احتمال بدیم 1 میلیونم نرسیده نیامده باشن بیمارستان، علائمشون خفیف باشه، این عدد 2.5، 2.6 که جامعه پزشکی ما جمع میزنه با هم و به دست ما هم میرسه کاملا نشون میده که درسته. آمار مرگ هم آقای دکتر، من تقریبا از ابتدا تا الان که دنبال کردم مرگ بر اثر کرونا بین 9 تا 11 برابر عددی است که حکومت اعلام. عجب. بله بله، یعنی ببینید الان حکومت باز همین کلاه شرعی رو سر آمار میذاره، میگه که هر کی که با کی تست کردم مثبت بود بعد فوت کرد قطعی تو جواز مرگ بنویسین کرونا، ولی همه اینایی که کرونا تشخیص داده شده ولی با کی تست نشدن، اگر فوت کردن بنویسید ایست قلبی، بنویسید بیماری ریوی و غیره. به همین دلیل هم آمار مرگ 1/10 متوسط در واقع 1/10 اون عدد واقعی در میاد که بر اثر کرونا در کشور فوت کرد. بنابراین میشه احتمال داد بر اثر کرونا در سراسر کشور تا الان عددی افزون بر 130,000 نفر فوت کردن. یعنی بنابراین حالا اگر این عددهای واقعی رو ملاک قرار بدیم میبینیم که ایران معادل کشور امریکا مبتلا و مرگ داشته با 1/6 جمعیت، یعنی کشور بیشتر از امریکا. دوشتر سازگاره، یه دوتا نکته رو بگم براتون جالب باشه. ببینید روحانیون معمولا، اونم اگر روحانیون ارتباطی با دستگاه و حکومت داشتن یا اعتبار و جایگاهی داشته باشن، قاعدتا باید مورد حمایت بیشتری باشن از نظر معاینه و بهداشت و غیره. شما میده آقای خسروشاهی یه آدمی که دوبار سفیر بوده، مشاور وزیر خارجه بوده، مریض میشه، به بیمارستان مراجعه میکنن، آنقدر بی‌اعتنایی بهش میکنن، آخر رحمت خدا میکنن. جنازش گوشه غسالخونه قم 5 روز میمونه، به طوری که محمود پسرش در نامه‌ای با آقای ولایتی میگه آخه شرم‌آور، پدر من مشاور شما بود، مشاور آقای ظریف بود. غیر حالا آقای فقیه ایمانی نوه آقای خویی در اصفهان، ایشون هم مبتلا میشه میره. آقای جواد شهرستانی داماد آقای سیستانی با اون تشکیلات و جایگاه و فلان خودش و نزدیکانش و اقاربش مبتلا میشن و حالا خدا رحم کرده بهش زنده بود. یعنی میخوام بگم در قوم هم قصه وحشتناک و الهی پنهانکاری میکنن. یعنی شما حالا روحانیون سرشناس رو میشناسین و میبینید چقدر زیاده. به همین سیاق وقتی تازه روحانیونی که اسم میبرید احتمالاً امکانات خوبی دارن، دست خونه دارن،
درسته. و فرض بر این نیست که حداقلی از سوادم دارن میفهمن بعد خودشون بعدم شغلشون یه جوریه که ممکنه کمتر جاهای پر جمعیت برن ظاهر شن. بنابراین کاملا میبینید همین یه نمونه رو تو هر قشتی برید. الان تا الان خود وزارت بهداشت میگه 9000 نفر از پرستاران کشور به کرونا مبتلا شدن، دست کم 140 پزشک فوت کردن و بیش از همه واقعا این کادر شجاع درمانی ماست که داره تاوان بی‌لیاقتی های حکومت رو میپردازه. تا جایی که شخص آقای خامنه‌ای مسئول اولی، شخص ایشون که فرار کرده تو سولاخ پشت سد لطیان قایم شده و هیچ جوری هم حاضر نیست از اون سوراخ بیاد بیرون، ایشون متهم اوله، بعدم روحانی متهم دوم. اینها مملکت رو جایی آوردن، توان مالی کشور، حالا میخوام بندازن گردن آمریکا، تحریم ها پدر مار در بوده. سوال جلوتر اینیست که به نظر کی شما اینقدر با آمریکا و اسرائیل و تمدن غربی 40 ساله دارین دعوا میکنین، دشمنی میکنین که مملکت رو رسوندیم به این جایی که نصف دنیا درش رو به شما بسته شد، بیشتر از نصف دنیا و بلکه همه دنیا. خب چه چیزی واجب تر از جون آدما؟ حتی اگر هر دشمنی داشتید، هر چه میدونم فکر معیوب بیمارگونه ای که خامنه ای داره نسبت به اسرائیل و آمریکا و غیره، وقتی پای جون ایرانی ها در میان میاد به جهنم باید بلند شه بره آشتی کنه، شده دست هر کسی رو تو دنیا ببوسه برای اینکه مردم ما رو نجات بده. این چه حرفیه؟ این چه استدلالیه که آمریکا نمیدونم ما رو تحریم کنه؟ خب بله، شما با آمریکا 40 سال دعوا کردید، ترامپ هفتمین رئیس جمهور اومده و همه جورش هم تو آمریکا داشته، از کلینتونی که وزیر خارجه‌اش از 28 مرداد عذرخواهی کرد و داشتیم، تا اوبامایی که آخرین لحظه هام اعلام کرد آماده است بلند شه بیاد تهران سفارت باز کنه، از ریگان داشتیم که ایران کنترا رو بدبخت فکر میکرد مشاور امنیت ملیش و مکارین اصلا فرستاد تهران، فکر میکرد که دیگه میتونه رابطه رو درست بکنه، تا بوشی که محور شرارت خوند خیلی هم پشت کرد، و تا این ترامپ که خب برنامه فشار حد اکثری رو اجرا کرده برای اینکه میگه با اینا جز زبون زور نمیشه حرف زد. برجام هم که امضا شد اینا مقدمه برجام رو رعایت نکردن، فقط با پولی که گرفتن کارهای تروریستیشون توسعه دادن. بنابراین میخوام بگم مملکت رو آوردن جایی آقای دکتر که حکومت ناتوان، وضع مالیش خراب، خزانه دولت خالی، روزانه 1000 میلیارد تومان دست کم، وگرنه گاهی تا 1200-300 هزار میلیارد تومان هم میرسه، دولت داره پول چاپ میکنه، دولت داره پول از بانک مرکزی میگیره، اصطلاحا میگن پول چاپ کردن، داره پایه پولی رو بزرگ میکنه، یعنی در واقع پول بی پشتوانه داره میده دست مردم. خب پول باد میکنه، سقوط میکنه، ریال کرده دیگه، برابریش با دلار به 24000 تومان رسید. همین روند برای اینکه نداره، خزانش خالی است و نمیتواندم که مثل آدمیزاد تصمیم بگیره و با دنیا آشتی کنه. همین الان من خدمت شما عرض میکنم، اگه مثل آدمیزاد دست بردارین آقای خامنه ای رو یا برکنارش کنن که وایستاده اونجا و فرمان کشتار مردم خودش رو صادر میکنه و پسر قاتل و جانیش، اگر همین الان تصمیم بگیرن که در دنیا رو به ایران باز کنن، عملیه، به خدا عملیه. من به عنوان کسی که در واشنگتن نشستم این رو میگم، راه داره و به سرعت. همین کرونا با همه این دشمنی ها امریکایی ها اعلام کردن همون ابتدای کار آمادن ورای مسائل سیاسی کمک بفرستنید، حتی بیان بیمارستان صحرایی دارید بزنن. خب کشور رو آوردن یه جایی که مردم الان میمیرن. آقای روحانی هم میگه ما اگه بشینن خونه از فقر میریزن تو خیابون. خب بله، همه دنیا اینو میفهمن. خب میان به مردمشون کمک میکنن بشینن تو خونه، وام میدن، پول میدن، ماهانه میدن. تو آمریکا تا الان 4 تریلیون دلار به مردم کمک کردن و به شرکت اروپا هم کردن، همه کشورها رو فراخور خودشون
مردم رو کمک میکنن که بشینن تو خونه در روزگاری که خب کاسبی ها میخوابه، بله خوابیده، همه دنیا، کل اقتصاد دنیا 24% کوچیک شده، رکود پیدا کرده، ولی به داد مردمشون میرسن. حکومت ایران رسونده خودشو به جایی که و مردم رو در تنگنا قرار داده. فقر، گرسنگی و بیماری الان بیداد میکنه و جون مردم رو به لبشون رسونده. اون وقت در این شرایط که همشون هم میفهمند که اوضاع بحرانیست، مردم هر لحظه ممکن است منفجر شن و اعتراضات بزرگی شکل بگیره، به جای اینکه به درمان ماجرا بپردازن، درد مردم رو درمان کنن، رفتن سراغ سرکوب. قاتلی مثل آقای حسین زیبایی نجات، حسین نجات رو، سردار نجات رو گذاشتن رئیس سارالله، قرارگاه سارالله تهران، برای اینکه تند و تند وسایل سرکوب رو دارن افزایش میدن. گردانای امام علی رو تجهیز کنن، بهشون نمیدونم تیر مستقیم دستور بدن، آمادهشون کنن که این دفعه مثل آبان ماه بیشتر بزنن تا اون مردم بکشن. یعنی غافل از این که وقتی مردم عصبانی باشن، حرکت کنن، با یه فوت مردم همه این دستگاه سرکوبش میره هوا. در آبان ماه 220 تا شهر متوسط 1000 نفر هر شهر اومد تو خیابون، یعنی 220,000 نفر. خودشون اعتراف میکنن که اگر نکشته بودند مستقیم بیش از 1500 نفر رو، نمیتونستن کنترل کنن و دستگاه سرکوبشون به شدت مسئله دار شد همون آبان ماه. یعنی الان همه هم میدونن اگه این عدد فقط زد در 2 بشه، یعنی 400 تا شهر، هر شهر 2000 تا آدم بیاد تو خیابون، چه برسه زد در 4 و 5 بشه. یه میلیون نفر کافی، بله، هیچ امکانی میگن ندارن و خودشون هم میدونن که ماشین سرکوبشون هم به شدت مسئله داره، برای اینکه اون آدم بسیجی که اینا فرض میکنن میره مردم رو میکشه، یا اون پلیسی که بره بکشه، او هم شکمش گرسنه‌ست. دقیقاً او هم مسئله داره، او هم الان سوال داره که آقا این آقای خامنه‌ای کجا؟ خودشو زن و بچه‌شو نجات داده، مردم رو با بحرانی مثل کرونا رها کرده به شنگ کاخ سعدآباد نشسته، بعد مردم رو سوار مترو میکنه که وزارت بهداشت میگه اولی ترین عاملی که در تهران شایع شده مترو، اتوبوس، مسجد و تجمعات. دکتر سازگار، شما نگاه کن مثلا تو شهرک شهید معلاتی، اینجا که پاسدارا میشینن درجات سرگرد و سرهنگ و حتی سردار، باور کن من گزارش دقیق دارم که تعداد زیادی از این بچه ها ناچارن تاکسی کار کنن، حالا هم که با این کرونا خیلی وضع ناجور شده، مسافر کشی کنن، باربری کنن، کار دیگه، من زندگیشون به چرخه. یعنی شما فکر کن حتی یه سردار سپاه 6 میلیون بهش پول میدن، 2 تا بچه داره 3 تا بچه داره، دانشگاهی داره، چجوری زندگی کنه؟ یا ارتشیامون در یه شرایط بسیار بسیار تازه بدتر از سپاه. و من اعتقاد دارم این نیرویی که اساره و شیره جان این ملت رو نوشیده کی میخواد سر غیرت بیاد؟ ما باید واقعا این سوال رو من و شما ازشون بکنیم. ما نمیخوایم در ایران حکومت نظامی باشه، اما این جانورایی که حاضر نیستن جا رو خالی بکنن، شما این مجلسشون رو ببینی، شرم‌آوره و خجالت آوره. حالا میرسیم به قرارداد چین و شما فکر کنید این ندا رو واقعا باید داد. ارتش، سپاه واقعا باید بجنبین، باید جلو رو بگیرید تا اینکه ایران از هم نپاشه. اتفاقا آقای دکتر، الان خیلی من به عنوان یه فرد که میگم، من خودم شخصا خیلی مراجعه دارم از ارتش، سپاه، پلیس و دستگاه های امنیتی کشور که برای امثال ما پیغام میفرستن که آقا ما آماده ایم به مردم بپیوند و آماده ایم که از این ملت و این کشور دفاع کنیم، نه از چند تا آخوند دوز یا چند تا فرمانده سپاهی دوز. برای اینکه اتفاقا در یه مصاحبه ای آقای دکتر از من میپرسیدن که توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی که چرا سیستم ایران انقدر امنیت شکاف داره که اسرائیل میتونه روز روشن بیاد بره تو نطنز بمب بذاره و اونجا رو از بین ببره، البته حالا شب بوده اصطلاحا میگن روز روشن.
گفتم خیلی دلایل داره، ولی یه دلیلش هم این است که اون کسی که تو وزارت اطلاعات کار میکنه، تعلیمات دیده، باید بالاخره حافظ مرزهای جاسوسی کشور باشه، نگاه میکنه میبینه که تبعیض روز روشن میذاره. 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون فوقش حقوق میگیره و در همون حال یه آدم تو بیت رهبری 18 میلیون 20 میلیون تومان حقوق میگیره. از او هم کمتر کار میکنه، از او هم کمتر بهش به اصطلاح در خطر قرار میده. در همین حال میبینه که از تو سپاه یه بخشی از اطلاعات سپاه چند برابر او حقوق میگیره و امکانات داره. همین اتفاق در همه بخش ها افتاده، یعنی و بعد انگیزه ای هم نداره. میبینه که همه که دوز نیستن، بسیاری از این ارگان هایی که اسم بردین بسیار بچه های سالم، فداکار و فدایی ملت داره، ولی خب نگاه میکنم میبینن بدنام شدن اون بالا یه عده دوز. بذارید من همینجا درد دلم رو بگم، واقعا همین کرونا که از ماه فروردین مقداری خوب کار شد، همون خونه نشستن ها، قرنطینه ها درصدش اومد پایین، داشت کنترل میشد. خب یه فضایی پیدا شده بود که بیمارستان ها رو تجهیز کنی، کم بودا. آقای سپاه یه دشون، سپاه که میگم اون دوزایی که تو کار اقتصاد اومدن دست گذاشتن، گفتن ما همه چون 2000 پول توش دیدن، ما امکاناتی که بیمارستانو میخوان ما مأمور میشیم بریم تهیه میکنیم. اول همه رو ونتیلیتور و اکسیژن دهی در واقع دست گذاشتن، رفتن 4 تا جنس آشغال چینی آوردن، اسمشون گذاشتن امریکایی، و به بیمارستان ها به 2-3 برابر قیمت فروختن و تازه کمبودم داره، کارم نمیکنه، بعضیش مریضا رو میکشه به جن که خوب بکنه. و بعدم سایر وسایل مورد نیاز از گانای مخصوص، نمیدونم ماسکای N95 چه همه رو گفتن ما میاریم، چون میخواستن دزدی کنن توش. الان که بیماری اوج گرفته، شما ببینید داد پرسنل بیمارستانا در من که آقا باز کمبود امکانات. معاون علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته بود 17 بیمارستان استان خوزستان اساسا دستگاه اکسیژن دهی ونتیلیتور نداره یا بسیار بسیار کم بوده، یه مشکل شده الان. یعنی دوباره 2-3 ماه قشنگ وقت بود میشد تجهیز کنی. همه هم میدونم پاییز دوباره موج این بیماری شدیدتر خواهد بود، همه دنیا میگن. اما دوباره چرا؟ برای اینکه 4 تا دوز سپاهی دست گذاشتن، همه رو قلم کردن پاشون، رو میگن ما میاریم و بعدم بیشتر از این که به فکر مردم باشن به فکر جیبشون و دزدیان. این یک قلم رو شما ببینید که با جون مردم سر کار داره. بله. دیگه گفت خود تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه. ببینید دکتر به سایر زمینه ها چی میگه. عزیزم اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم مسئله چین داغ‌تر داره میشه، نگاه بکنیم اعدام ها در ایران، دو شهروند کرد هموطن رو در ارومیه اعدام کردن و الان جان سه جوانی در خطره که 6 میلیارد بار هشتگشون رو میبینن، و نگاه بکنیم چطور جنبش جهانی برای نجات جانشون از چنگ جلادای سید علی آقا به پا خواسته. با هم درنگ کوتاهی میکنیم و میشنویم صدای نازنین عارف رو. ماشاءالله 6 دهه کامل داره میخونه و این خیلی خب. دکتر سازگارای عزیزم حتما شما هم صدای عارف رو میشنوید مثل من لذت میبرید. بله ماشاءالله این همه سال بله یه عارف سلطان قلب ها معروف واقعا. این احمدی نژاد ضمن حرفایی که زده بود که بله من موسیقی دوست داشتم، ای بی ستار داریش اینا، یه بیچاره تو تلویزیون یک کلمه گفت بدبخت بیکارش که در کار انداخترش. اما یه خبر حرف دیگه زد که بله من بعد از 88 خلاصه فرستادم معاونم آقای شجریان رو ببینه. حالا من شو دروغ گفته، خیلی جالبه تو مملکت میشه راحت دروغ گفت و همایون عزیز تکذیب کرد. ایشون ظاهرا گفته من اون تصنیف تفنگت را زمین بگذار رو که استاد شجریان برای جنبش ثبت خوندن دوست دارم. یکی نیست بگه مردی که تو خودت اون طرف عامل کشتار بودی
و تفنگ رو کشیدی رو به مردم برای اینکه تو رو تو رئیس جمهوری نگه دارن. موسوی و کروبی و رهنورد هنوز توی حبسن و بیش از 200 خورده آدم رو کشتین تو خیابونا. حالا طرفدار تفنگت تا زمین بگذار شدی. آقای احمدی نژاد خیلی دست و پا میزنه که خودشو مطرح کنه. من تا به ایشون باید گفت پسر خوب، اولا که تا عذرخواهی نکردی از 88 هیچ چیزی برای تو اتفاق نخواهد افتاد. باید از پیشگاه ملت ایران، همه اونایی که کشته شدن و همه اونهایی که به زندان افتادن، هنوز در زندانن، در حسرن، باید عذرخواهی کنی، نه یک بار بلکه سه بار به نه بار، و بپذیری که شریک و عامل جنایت‌هایی بود که اتفاق افتاد. بعد اون وقت تازه بیای حرف بزنی ببینی مردم میپذیرن عذرخواهی تو یا نه. حالا ایشون هم برای خودش به هر حال کیسه‌ای دوخته، فکر میکنه که میتونه به صحنه سیاست برگرده و کار بکنه. من فکر میکنم دکتر، فکر میکنم این در نبود آدم، هیچ که خب میدونی الان متوسل به کیا شدن. حسن عباسی داره نامزد میشه برای ریاست جمهوری، بعد این فکر کردی که خب در میان این جونورای ریز و دروش، خب من یک سر و گردن بزرگترم، بعدم پوپولیستم، میتونم بازی توده مردم رو جذب کنم. به نظرم یه همچی فکری زده به سرش، منتها مسلم سید علی آقا نمیذاره. یعنی البته بله، سیاست ایران ورق خورده و اونایی که الان مجلس رو قبضه کردن، قوه قضاییه رو، و اتفاقاتی که مشتبه خامنه ای داره رقم میزنه و بیت رو دارن تصویه میکنن، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و غیره، این مجموعه دیگه جای برای احمدی نژاد نمیذاره. چون چند تا از دار و دستش رفتن تو مجلس، به نظر من این فکر رو کرده. ولی دوره قبل کاندیدا شد، خب دید خیلی راحت خطش زدن دیگه، نمیذارن. اینها نسل دیگه رو در واقع خودشون درست کردن، دارن میان سر کار. دکتر سازگار این چین. بله و الان میگم، نه اول خواستم این ماجرای وقتی که یه هشتگ اعدام نکنی 6 میلیارد بار دیده میشه، این نشان دهنده اینه واقعا این کانسرن و نگرانی عمومی جهانیه درباره این آدمکشی های سید علی آقا. دوباره عرض کردم هفته پیش دو تا شهروند کرد رو بیگناه با یک اتهام علکی توی ارومیه اعدام کردن، و الان این سه جوانی که به علت حادثه آبان، الان امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی، اسباب نگرانی جدی شده. شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید رژیم واقعا یعنی انکار میکنه این موجی که به پا خواسته جلوش میسته؟ امروز البته خبرگزاری فارس خبر داده که آقای رئیسی دستور داده مجدداً رسیدگی بشه، ولی میزان تکذیبش کرد. به حرفای حکومت اصلا اعتماد نیست. گاهی این کارو میکنن برای اینکه تب رو بخوابونن، مردم فکر کنن که خیلی خوب حالا دیگه خیالشون راحت، مؤثر واقع شد، حکومت مثلا اعدام نمیکنه. بعد ناگهان یه روز صبح بلند میشین میبینی جوون مردم رو اعدام کردن. ببینید، صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده، دو تن از کردهای که منصوب شدن عضو کموله هستند، و انفجار سال 89 رو که بسیار بسیار مشکوکه، اصلا نه این جوان ها اینو انجام دادن، نه هیچ کدوم از مبارزین واقعی همچون انفجاری تو صف رژه اونم تو قسمت بانوان بکنن، حکومت خیلی احتمال داره خودش کرده باشه و بعد این دستگیری ها، و حالا یا از این گروه های خیلی افراطی عجیب غریب کرده باشن، چون مبارزین سیاسی چنین کاری رو نمی کنن. اونم کومله جبون... بله بله. و بعدم اومدن آقای دکتر اینا رو اعترافات اجباری، و بعد از یک دهه ناگهان الان میبینیم اعدام میکنن این دو جوان رو، جوانایی که از روستاها رفته بودن دستگیر کرده بودن، پرونده‌ای که پر از ابهام و دروغ توش. و از این طرف هم در تهران این سه جوان رو
با اتهامات باز واهی و اعتراف گیری های تحت شکنجه میخوان اعدام کنن. ماشین یک نفر رو به جرم جاسوسی از بازنشسته هوافضا همین چند روز اعدام کردن. کرمان که ظاهرا دادگاه انقلابش متخصص جاسوس بگیری شده اعلام کرده که حکم صادر کرده. مجموعاً ماشین اعدام حکومت به راه افتاد. و چرا ماشین اعدام حکومت شدت بیشتری گرفته؟ باز به همون بحث قبلیمون برمیگرده. حکومت اولا در درون خودش داره تغییر میکنه و آدمکشی مثل مجتبی که از پدرش آدم کشتر هست و تیمی که دورش هست سکان دستشونه. ثانیاً ترسشون از مردمه، ترسشون از خروش و اعتراضات مردمه. تصورشون این است که اگر چاقوی سرکوب رو تیزتر کنن و چهره حکومت رو ترسناکتر بکنن، مردم جا میزنن، میترسن و به اصطلاح یخ میزنن و نمیان مخالفت کنن. این تشدید خشونت حکومت. الان مجددا مثلا به حجاب خانوما هم بیشتر دارن گیر میدن، ترس و وحشت رو میخوان بالا ببرن، یا دستگیری ها رو دارن افزون میکنن و حتی خیلی کسایی که قبلا سابقه سیاسی داشتن رو دارن احضار میکنن، تهدیدشون میکنن. به خیال اینکه با این روش ها ترس و وحشت بر سر جامعه رو میتونن ضخیم تر کنن و مردم رو منصرف کنن از اینکه اعتراض کنن. منتها آقای دکتر، چیزی که خودشونم میدونن، ممکن است بخشایی از طبقه متوسط رو دچار تردید کنن یا احتیاط کنن، اما خودشون میدونن با طبقه تهیدستی مواجهن که گرسنگی و فقر اونها رو وادار به اعتراض بکنه. میگه وقتی که باور کنید، من یک چیزی چند روز پیش که از اقوام ما نقل میکرد که از تهران به یکی از شهرهای شمال رفته بود و میگفت رفتم بازار، به خانومی بساطی کرده بود سبزی و اینا میفروخت، دو تا بچه کنارش بودن. خب من چون غذای آماده کرده بودم و اینها، یک کمی برنج و دو تا تیکه کوچولو مرغ بود، به این خانم گفتم من اینو دارم، شما میل دارین؟ گفت حتما. گرفت و خورد و گفت من رفتم خریدم بکنم. بعد مثلا 20 دقیقه بعد اومد سراغ من، گفت خدا خیرت بده، میدونی ما دو روز بود با بچه‌هامون غذا نخوردیم. یعنی به طور واقعی مردم گرسنه. و ببینید، این دیگه چیزی نیست که فکر کنید که حکومت بتونه جلوش بیسته. و اون وقت آدم های ببخشید دیگه، من چون عصبانی میشم فحش میدم، بهتر رد بشیم اگر از این. ولی واقعا میخوام بگم این ماشین سرکوب و این مغز علیل آقای خامنه‌ای و پسرش که فکر میکنه با اسلحه با ملت خودش مواجه بشه و بعدم بلند شه بره چین، قدرت غارتگر، جنایتکار و خونریزی مثل چین رو ورداره بیاره فوری فوتی، خیلی هم عجله کرده، یه نفر فرستاده، ظاهرا اون یه نفر، حالا یه روایت هم هست، علی آقا محمدی رو فرستاده که عجلش برای این نیست که اون ماشین سرکوب چینیا رو برداره، ماشینی که اینترنت رو به رو به دنیا ببندن، اینترنت داخلی درست کن. چینیا برای خودشون این کارو کردن و تمام شبکه‌های جهانی در چین بسته است، مدل چینیشو درست کردن جلوی یعنی معادل فیسبوک، معادل گوگل، معادل عرض شود که اینستاگرام، توییتر، همه و در واقع اینترانت داره چین به جای اینترنت، همونی که میگن اینترنت ملی. و بعدم یه نرم افزارهای چین درست کرده که مردم از روز صورتشون تو خیابون تشخیص بده با اون دوربینایی که همه جا گذاشتن و کنترل رو به اشدش برسونه روی شهروندا. اونی که برای آقای خامنه جذابه و دستگاه او اینیست که فوری چینی ها رو بیاره، شده مملکت رو بفروشه بهشون، اینو براش تو ایران پیاده کنن، انجام بدن، بتونه سرکوب رو توسعه بده. یعنی مغز علیل این آقایون برای مملکت داری فقط اینو میفهم، فقط یعنی نه کرونا مردم بمیرن راه حلی دارن، نه از گرسنگی مردم
دادشون به هوا باشه راه حلی دارن، نه چاره‌ای برای فقر کشور دارن، اقتصاد کشور، وضعیت اسفناک تولید کشور، هر چیزی، هیچ کدوم. چیزی که بلدن یه پروپاگانداست، یه ارتش سایبری تو شبکه‌های اجتماعی و یه ماشین تبلیغ در داخل و خارج و یه ماشین سرکوب. و الان میفهمه ماشین سرکوبش ممکن است پس مردم بر نیاد، رفته دست به دامن چین شده فوری پوتی برداره او رو بیاره. دو تا سازمان دیروز، بله، دیروز گزارش‌هایی که دیروز و پیروز می اومد نشانه این بود که به خاطر همین قرارداد با چین که پیشنویس کردن، اون طرح بسیار مهم و به نفعمون که با هندیا داشتیم عملا رفته توی دستخوش الغا شده و هندیا عقب کشیدن، طرح راهن زاهدان چابهار و همینطور طرحی که از شمال به جنوب داشتن. اینم خیلی بده. اینم یعنی چیزی که به نفع ما. بله، ببینید هندی ها از امریکایی هم اجازه گرفته بودند که مشمول تحریم نشن در طرح بندر چابهار و بعدم راهن 628 کیلومتری زاهدان به چابهار رو اجرا کنن، سرمایه بیارن حدود 400 خورده میلیون دلار. ظاهرا بهانه وزارت راه نیست که هند سرمایه نیاورده در موقع مقرر، در حالی که خب اگه این باشه چینی ها خودشون بیشترین نقض عهد رو دارن در زمینه های دیگه. ببینید آقای دکتر، این قرارداد که البته اسمش قرارداد نیست، اسمش برنامه همکاری های مشترک 25 ساله ایران و چینه، اسمشو گذاشتن برنامه به نشونه این که مثل برجام، برنامه جامعه اقدامات مشترک بله. که بگن کارهای اجرایی، یه چارچوبه در واقع، یک تفاهم نامه یا بهتر بگیم یک مقابله نامه است بین ایران و چین. آنچه که چون من دیدم مدافعین حکومتی این قرار، این مقابله نامه ننگین میگن که چیزی نیست، که ما حالا یه قول و قرار، یه چارچوبه، هیچ کدومش حالا هنوز قرارداد نشده که. منتها اونی که محل سؤاله این نیست که آقا وسیع چی باید با یه قدرتی که اولا سوء پیشینه داره، یعنی در آفریقا بیش از 10,000 شرکت چینی هست، دام بدهی رو همه دنیا میشناسن، میاد وام میده بعد نمیتونن باز پرداخت کنن، به زور میاد بندر رو میگیره 99 ساله با زمین های اطرافش، سر سریلانکا آورده، سر جیبوتی آورده، مومباسا سر... بله، حتی سر کشورهای اروپایی هم این بنا رو آورده، سر هلند هم تا حدی آورده بله. و همه دنیا دارن عدول میکنن و بعد به شدت خشن، یعنی حتی در حد استعمارگرای قرن 19 هم دو تا کار آبادانی هم نمیکنه، میاد فقط غارت، فقط مثل دقیقاً مثال خیلی خوبش همین کاریه که داره با ماهیای خلیج فارس میکنه، این کشی های ترال به اصطلاح. ببینید چجوری ریشه‌کن میکنه در کوتاه‌ترین زمان گونه های جانوری، این نگین واقعا تنوع گونه های جانوری جهان رو، آبزی های دنیا رو داره جارو میکنه، برمیداریم از چین و هر جا رفته هم میکنه. و کشوری که پایگاه نظامی اون وقت به زور میذاره، چرا باید با یک کشوری که هیچ توازن و قوایی هم با ما نداره و مملکتی که الان به دلیل این سیاست بیمارگونه دشمنی با آمریکا و اسرائیل و تمدن غربی در یکی از ضعیف‌ترین مواضع سیاست خارجیش قرار داره، بیای شما یک مقابله نامه‌ای بنویسی که از سیر تا پیاز کشورت به اون ذکر کردم. من واقعا وقتی اینو میخوندم با خودم فکر کردم خدایا اصلا چیز دیگه تو مملکت مونده که اینا نیارن تو این قرارداد؟ یعنی آخه چرا باید همچین کاری بکنن با یک کشور همزور، مثلا ترکیه هم که همزور و همسایه ماست، هم یه همچین چیزی نباید امضا کنیم، چه برسه با یک قدرت سرکوبگر و آدمکش و برتر نسبت به ما به لحاظ اقتصادی نظامی هر چی شما بگید. چرا باید از دریای مازندران تا خلیج فارس، از معدن تا جنگل، از کارخونه تا نمیدونم نیروی نظامی، امنیتی، اینترنت، توریسم، فرهنگی، هر چی شما تصور کنین تو نوشتن که ما با چینیا همکاری میکنیم و اولویت دارن چینی ها در قرار داده. و برای چی باید ما این کارو بکنیم؟ یعنی اگر واقعا این رو شما با نوزنوزه و سعودوله یا قرارداد رویتر که دوتا از ننگیرترین قراردادهای تاریخ ما هستن،
مقایسه کنی میبینی این به لحاظ وسعت با بله کاملا یک قدرت خارجی در کشور چند برابر اونا بده، چندین برابر اونا بده. تازه دکتر سالگاره اون زمانو نه اون زمانو شما در نظر بگی، روزی که وسوق الدوله رفت اصلا ایران وجود نه چیزی نبود به نام یعنی ایران. آقای دکتر ببینید اینها الان موافقین این قرارداد میگن آقا هنوز قراردادی نشده، خب معلومه علاج واقعه رو باید قبل از وقوع کرد. دقیقاً باید فردا چیکار کنیم؟ اومد یعنی پدران ما به درستی با اون دوتا قرارداد مخالفت کردن، نگذاشتن رسوکه، نگذاشتن به اجرا در بیاد و الان هم به درستی همه دارن مخالفت میکنن و علاج واقع رو قبل از وقوع میکنن. جذابیت این کار که آقای خامنه‌ای شخصا دنبالشه، عرض کردم ماشین سرکوب چینی ها رو میخواد در کوتاه‌ترین مدت بیاره و برای چینی ها نفت و گاز جذابیت اصلی، باقیش هم فعلا نیست و بندر داسکو کابه ها رو نشونه گرفته که بیاد و تصاحب کنه و جلو پلاس شپن کنه. دوتا از استراتژیک ترین بنادر کشور ما که دهنه یکیشون به تنگه هرمز نزدیکه و اقیانوس هنده و این چینی ها هندی ها هم به همین دلیل کنار گذاشت برای اینکه چابهار رو چینی ها روش نظر دارن و داست کن. من آقای دکتر این رو هم عرض کنم چون شنیدم چینی ها همه چیز رو تو دنیا گوش میکنن، این برنامه ما رو مطمئن باشید گوش میکنن، یعنی بساطی پنگ کردن که داد دنیا رو در برده. اینجا ما عرض میکنم اینم بعد دو کلمه به چینی ها گفت، حالا حکومت ایرانی که خودمون پسش بر میایم و میکشیمش پایین نمیذاریم این کارا رو بکنه، اما این آقایون چینی ها بدونن این لقمه ایران از گلوی هیچ استعمارگری پایین نره. درسته پایین نره. ما 2500 سال قدم پای هر خارجی رو خورد کردیم و درست. اومدن به کشور ما ولی نتونستن بمونن، 100 سال از عربا نگذشت بیرونش نگرد خلیفه رو کشیدیم پایین. آقایون چینی ها بدانن که پاشون رو تو مملکت بذارن استعمارگرانه قلم پاشون رو ایرانی ها خورد میکنن، ما فرزندهای نادری وقتی اینجاها اتفاق بیفته. بنابراین این رو هم باید به آقایون چینی ها گفت که برن بشینن دوبار فکر کنن و فکر نکنن که از استعمار انگلیس و روس و اینا در دوره قرن 19 هم حالا زورشون بیشتر میتونن کاری بکنن. هیچ قدرت خارجی نتوانسته در ایران پاشو بذاره در ایران و ایرانی ها همکیم بکنن بشن. درود بر دکتر سازگارای عزیزم و همه اونایی که عاشقانه و صادقانه این استخون رو تو گلوی رژیم پاره میکنن، ننجرش رو با این استخون قرار داد با چین و همونطور که دکتر سازگارا گفت چینی هم باید به خودشون بیان. دو ملت تاریخی نمیتونن یکیشون بیاد یکی رو استثمار کنه. ممنونم از دکتر سازگارا، با امیده که بحثمون رو ادامه بدیم و همونطوری گفتم ایرانی اجازه نخواهد داد سند خیانت بار تفاهم نامه یا گزارش همکاری استراتژیک 25 ساله به جایی برسه. سید علی آقا، آقا مشتبه شما در این بازی باسنده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا دوست عزیزم، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.